سونامی شبکه اینترنت را فرا گرفت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه وبسایت مگا آپلود را به دلیل نقض قانون کپی رایت مسدود کرد 15 دقیقه بعد وبسایت های اف بی آی وزارت دادگستری و یونیورسال میوزیک در حملات گروه ناشناس مسدود شدند خبر حمله سایبری هکر ناشناس در توییتر و فیسبوک منعکس شد Now... ایالات متحده آمریکا به مبارزه جدی دست زده است. به درخواست اف آی، پلیس زلاند نو چهار مدیر اصلی شرکت مگا از جمله کیمی شمیتس، مؤسس آن را بازداشت کرده است. آنها در ارتباط با جرایم مربوط به نقض حق نشر، پولشویی و اخاذی بازداشت شدند. عملیات تحقیق و جستجو در اوکلند به ویژه در محل اقامت مؤسس این وبسایت آغاز شده و چندین خودروی لوکس و نزدیک به 7 میلیون یورو نیز در بانک توقیف شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا 50 میلیون دلار را نیز در ارتباط با سه مسئول دیگر این وبسایت توقیف کرده است. مطابق با قوانین ایالات متحده آمریکا، وبسایت مگاپلود هیچ چیز غیرقانونی ندارد سایت های میزبان دادهها در قبال محتوای موجود مطالبشان مسئولیتی نداشته و نسبت به نبود حق نشر پاسخگو نیستند. اما طبق نظر FBI، آی مدیران سایت از زمان تاسیس این شرکت در سال 2005 به برخی حملات هکرها دامن زدند آنها مطالب دارای حق نشر را در این وبسایت به اشتراک گذاشتند با قطع درآمد نزدیک به نیم میلیارد دلاری صاحبان آثار و مطالب به اشتراک گذاشته شده طی هفت سال فعالیت این وبسایت 175 میلیون دلار سود آید صاحبان شده است جنجال بسته شدن مگاپلود در ایالت متحده آمریکا در پی طرح دو لایه ضد اشتراک گذاری اطلاعات در اینترنت پیش آمد. آنچه به مسئولان امکان جلوگیری از فعالیت سایت های اینترنتی را رو میدهد. روز چهارشنبه در نیویورک صدها نفر علیه سانسور اطلاعات تجمعی اعتراضی برگزار کردند. اعتراض آنها به دو لایه است که قرار است در کنگره به رأی گذاشته شود. احتمالاً بیش از 20 سال زندان در انتظار مسئولان وبسایت مگاپلود باشد.